سیمون منشی عمومی ملل متحد عازمه چین شده تا قبل از برگزار شدن بحث جنجال برانگیز بر دو فیصله نامه متفاوت در شورای امنیت روی بحران سوریه با مقامات چینایی مذاکره کند. همکار ما برشنا مرخیل از مقابل قصر کانگرس گزارش می‌دهد. برشنا، دلیل سفر بان کی‌مون به چین چه می‌باشد؟ بله، همزمان با به پایان رسیدن ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در سوریه، شورای امنیت اعمال تعذیرات سنگین‌تر را علیه رژیم بشار الاسد بررسی میکنه که ممکن این تعذیرات به مداخله نظامی منتهی گردد و فیصله نامه‌ای که قرار است فردا در شورای امنیت مورد رایدهی قرار گیرد توسط بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایالات متحده طرح گردیده. تا کنون چین و روسیه دو فیصله نامه ملل متحد را که حاوی تعذیرات شدید بوده ویتو نموده است و هشدار داده که این فیصله نامه را نیز رد نماید. قرار است امروز منشی عمومی ملل متحد با هو جینتاو رئیس جمهور چین دیدار نماید. سفر آقای بان کی‌مون در حال به چین صورت می‌گیرد که روزنامه رسمی چین یک رشته یادداشت‌هایی را مبنی بر رد مداخله خارجی در بحران سوریه منتشر کرده است. سوریه امروز در مسکو نیز موضوع مهم در صحبت میان ولادیمیر پوتین و کوفی آنان نماینده خاص ملل متحد برای سوریه خواهد بود. با کمال تأسف ما حتی نشانه های تهدید را مشاهده میکنیم. به ما گفته شده اگر بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد موافقه نکنید، ما از تمدید ماموریت نظارتی اجتناب خواهیم کرد. من این عمل را کاملا غیر موثر و گزینه خطرناک میپندارم، زیرا استفاده از ناظرین با مصابه عنصر چنزنی غیر قابل قبول است. یک عضو گروه مخالف رژیم سوریه مقیم ترکیه می گوید که به عقیده وی دیپلمات روسی سعی می کند که برای رئیس جمهور بشار الاسد وقت کمایی کند. آقای لافروف در بیاناتش سعی می کند که برای رژیم سوریه بدون فرستادن دوسیه ایشان مجدداً به شورای امنیت وقت بدهد. شما می دانید که بیش از 90 روز است که رژیم سوریه پلان آنان را قبول نموده، اما هیچ اقدام در عملی کردن آن انجام نداده است. ایران نیز در ردیف روسیه و چین مخالف هر نوع مداخله نظامی در سوریه است. هر نوع اقدام تروریستی در داخل سوریه میتونه به گسترش تروریسم در منطقه منجر بشه و هر نوع ایجاد ناامنی در داخل سوریه میتونه ناامنی در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه سوریه رو به دنبال داشته باشه. فعالین میگویند نیروهای حکومتی سوریه در نبرد با شورشیان در دمشق از هلیکوپترهای جنگی استفاده نموده است. با افزایش خشونت مردم سوریه به طور روزافزون به کشورهای همسایه پناه میبرند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا امروز از یک کمپ پناهجویان سوری در شمال اردن دیدار نمود. فکر میکنم در حالی که خشونت در جنوب سوریه وخیمتر میشود، این امر بر نیاز اقدام شورای امنیت تاکید میکند. ما روی فصل 7 فیصلنامه عواقب تهدید برای عدم برآورده شدن پلان آنان در حال مذاکره هستیم. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده که تنها دیروز حدود 525 سوری به شمول 16 افسر ناراضی اردوی سوریه از سرحد عبور نموده و به ترکیه پناه بردند. خب، موضع‌گیری های جامعه بین المللی و به طور خاص از ایالات متحده در برابر بحران سوریه از چه قرار است؟ قدرت های جهان روی بحران سوریه و عاملین این بحران شدیداً اختلاف نظر دارند. ایالات متحده و کشورهای غربی خواستار برکناری بشار الاسد از سمتش هستند، در حالی که ایران، روسیه و چین از رژیم بشار الاسد پشتیبانی میکنند و هر نوع مداخله نظامی در امور سوریه را رد میکنند. و این در حال است که یک گزارش کانگرس ایالات متحده منتشر گردیده و در آن گزارش برخی از قانونگذاران ایالات متحده به بحران سوریه من حیث یک چانس طلایی تضعیف کردن ایران حریف عمده ایالات متحده در شرق میانه منگرند. بله، تشکر از شما برشنا.